خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. هفتمین قسمت گفتگوی خودم با مصطفی نادری رو آغاز میکنیم. یادآوری میکنم که مصطفی 12 سال در زندان اوین، گوهردشت و قزلحصار بوده و 5 سال از این 12 سال رو اون در انفرادی به سر برده. در برنامه گذشته مصطفی برای ما از خاطرات خودش گفت، مشاهدات خودش و اینکه چگونه دستگیر شد و جریانات خودش در سلول انفرادی زندان گوهردشت. مصطفی من ازت تشکر میکنم که وقت دادی این برنامه، این گفتگو رو با هم داریم ادامه میدیم. من خواهش میکنم تو ادامه خاطرات تو برای ما بازگو کن. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز، در سال آخرای سال 64 بود که من یه روز خبردار شده بودیم با مرس. قبلش من خبردار شده بودم که یه هیئتی از طرف منتظری راه افتاده تو زندان ها و این هیئت میخواد به بعضی زندانی ها رسیدگی بکنه. خب ما خبرهای خیلی زیادی مثلا توی اونجا شنیده بودیم که از تابوت و قبرهایی که توی قزلحصار راه انداخته بودیم، داوود رحمانی، بچه هایی بودن که کور شده بودن. یکی از بچه ها به اسم سعید بود که کور شده بود به خاطر اینکه ماها توی تابوت بوده، چشمانی زده و اینا، که کاملا کور شده بود. من ندیدمش ولی این خبرش رو من قبلا میشناختمش، همین سعیدو. بعد خب اینم جریانش به این صورت، اگه به اصطلاح بخوام بگم، خب خانواده های زندانی های که بودن، خب خیلی زندانی خیلی در سطح ایران زیاد بود، حالا من نمیدونم بالای 100,000 تا، اون موقع آمار خود رژیم خیلی عدد بالایی بود، دقیقا یادم نیست، نشون میده. خب این خانواده ها میدیدن خب بچه هاشون روانی، مثلا زندانی روانی خب خیلی داشتیم، برای ملاقات میرفتن. خانواده ها که به یه نحوی از کسی از اعضای فامیلشون تو دستگاه رژیم بود مطرح کرده بودن و بعد اینا گفته بودن که برید پیش منتظری. بعدم خانواده ها همه جمع شده بودن و رفته بودن. این جریانی که من دارم میگم، من این جریان رو بعدها از خانواده هم شنیدم. حتی خانواده هم نرفته بودن ولی شنیده دیده بودن، خانواده های تماس داشتن که رفته بودن پیش منتظری و گفته بودن بچه های ما حکم گرفتن اینا و این بلاها داره سرشون در میاد و این کارا داره میشه و جریانات به بیرون کشیده بود و اینا و به نوعی هم فکر کنم به مسائل بین‌المللی به بیرون از ایران کشیده شده بود و فشارهایی که می اومد و اینا باعث شده بود که به حال منتظری یه هیئتی را انداخته بود که این حتی میتونه تضادهای داخلی هم توشون اینم نقش داشت، که این هیئت راه افتاده بود اومده بود زندان ها و بازدید و اینا، که یه روز با مرس به من زدن که شخصی به اسم ناصری یا ناصریان میاد با سلولا برخورد میکنه صحبت. یه روز بعد از ظهر بود، ساعت 3-4 بعد از ظهر بود، غروب بود، یعنی دقیقا ساعت سرمانی شد، در سلول باز شد یه آخوندی با عبای سیاه و عمامه سفید اومد تو. بعد دو تا پاسدارم در رو باز گذاشتن، دو تا پاسدارم بیرون واسطه بودن و که پاسدارای خود اینا تالا نایده بودن، پاسدارای بودن که قضا اینا نمی دادن، پاسدارای بودن که با خودش اومده بودن، نمی دونم دقیقا. اومدن تو این شخص اومد رسمی ناصری آخوند اومد نشست اونجا و سوال که گفتش که آره من از طرف منتظری اومدم، اومدیم به بعض زندانی ها رسیدگی کنیم. تو پاسدار محافظاش بودم؟ نمیدونم ولی فکر میکنم که محافظاش بودن، چون در باز گذاشته بودم بیرون. در باز چرا در باز گذاشته بودم؟ خب میترسیدن و به حال برای میاد با یه زندانی یا آخون با یه زندانی و بعدم خب به حال میگم که میترسیدن از این که مثلا این تنها بمونه با زندانی.
و بعد پرسید که آیا گفتش که ما از طرف منتظری اومدیم به بعضی زندانی ها رسیدگی کنیم و شما چه مشکلی دارید؟ من پرسید. منم گفتم منو بی خودی به هیچ چیزی انداختن انفرادی، الان این مدت دو سال سه سال من الان انفرادی هم و میخوام که اینجا در بیام، میخوام من بند عمومی میخوام با دیگران باشم. بعد گفت بعض قضا پرسید، بعض بهداشت پرسید، نمیدونم چیزی اینا. منم براش گفتم گفتم نیای کال و قارچ و بیماری های مختلف میدونم که بعد از اون که اون رفت که ما به زودی رسیدگی میکنیم و اینا و یه سری مشکلات بوده و ما به اینا داریم رسیدگی میکنیم و اینا، این از کل نظام نیست و این به صلاح توجیه کارهایی که کردن، جنایتهایی که کردن، اومده بود اونجا به صلاح توجیه شو کنه که ما هیچی به صلاح نداشتن. گفتم خب میخواید رسیدگی کنید ما رو در بیارید دیگه، چیزی دیگه حرفی ندارم بزنم. که بعد رفت و بعد همینجور سلول به سلول میرفت، چون صدای درها که باز میشد من میدیدم. که بعد از یه هفته اومدن به ما هواخوری دادن که کلن صدا درها رو باز کردن، گفتن هواخوری چشپن بزنیم به بیرون. ما چشپن دادیم، بعد ما رو بردن تو حیات محیط آزاد. خب زندانی که برای دو سال نیم سه سال توی محیط بسته بوده، نوع قدم زدنش به اندازه ها و حجم اجسام کلن تغییر میکنه. یعنی میخوام بگم که مثلا خیلی فاصله ها رو تو ذهنش از دست میده. من خودم موقعی که رفتم هواخوری نمیتونستم زیاد قدم بزنم، این محیط آزاد نمیتونستم. با چشم بسته رفتیم، چشمن دارم تا دم هواخوری اونجا برداشتم. بعد اونجا هم تنها بودیم یا نه با چند نفر دیگه؟ سلولار تمام بچه های سلولار درآورده بودن. بعد خلاص پشت سر هم رو با هم دیگه صحبت نکنیم، توی هواخوری قدم بزنیم دور حیات. خودش هم واسطه بودن، اون دو تا پاسا واسطه بودن. این بچه باید پشت سر هم به فاصله مثلا دو متر سه متر چه قدم میدادن. که کلا ما بچه ها رو که خب ماها باهاشون مرس میزدیم، اصلا میدیدیم خیلی خوشحال بودیم اینا، چون همینجوری که میگم که فاصله ها، چون به خاطر اینکه تو محیط محدود بودیم، مثلا یه ساختمون سه طبقه در نظر من اون زمان مثلا یک ساختمون 100 طبقه بود، چون اصلا بعد همه چیز برام حجمش تغییر کرده بود. مثلا نمیتونست مغزم چیز تنظیم کنه. لحظات اول دارم میگم، مثلا بعد از یکی دو بار مثلا این موضوع درست شده که قدم ها خیلی قدم های کوتاه بود، به خاطر اینکه تو سلول بودیم قدم کوتاه برمیداشتیم. چون تو خود سلول که بودی مثلا چهار قدم برمیداشتی، خب سلول تموم شد دوباره بعد دور میزدی میمادی دوباره همینجوری. برای اینکه این فاصله کمتر بشه قدم ها خیلی کوتاه برداشته میشه. خب همه بچه ها این حالت رو داشتن اون موقع اینا. که بعد آوردن دوباره ما رو بردن هواخوری، بعد دوباره برگشتیم اومدیم تو سلول. و کلن مثلا من با کسی بود که مثلا سلول روبرو بود، سلول های دیگه بود که مثلا مرس میدادم. احساس تو چطور؟ کلن تصور، خب من کسی با کسی میدونستم که همه زندگیشو میدونستم، خب همه پدر مادر، حتی مثلا اینقدر نزدیک حتی احساس میکردم که مادر پدر خودم مثلا دو شخصیتی شدن، اینقدر با هم دیگه مشت میزدیم و فلان اینا. ولی این احساس که بعد که اون شخص رو میدیدم، تصوری یعنی چارچوب و قیافهی که از اون در ذهن خودم ساخته بودم، خب که مثلا این چه شکلیه فلان اینا، کلن با اون چیزی که میدیدم متفاوت بود. یعنی خب به هر حال شما وقتی که با مرس از یک کسی که نمی‌بینینش ولی مرتب با هم در واقعا قیافه‌هاشون اینقدر عوض شده بود؟ نه، این کسایی که من اصلا ندیده بود گذشته، ولی تصور ذهنی داشت. ولی به خاطر اینه که
وقتی که مرس میزنی از جریان زندگی او، از احساسات او، از لحظات او، از چیزهایی که تعریف میکنه، اینا مرتبا چیه به شما اطلاع پیدا میکنی، ولی قیافه این فرد رو ندیدی. خود این مسئله، در خود این دونستن از طرف مقابل یک شخصیتی، یک کاراکتری و یک صورتی ازش در ذهن من پدید اومده بود توی این مدت. و بعد که من تو هواخوری رفتم و این قیافه رو دیدم، خب با اون کاراکتری که من ساخته بودم تو ذهن خودم، این کاملا فرق میکرد و من دیدم که واقعا چیزی که در درون انسان هاست، با قیافه مثلا طرز تفکر نمیدونم فلان، من روی ذهنیت گذشته‌ای که از اینجور آدم داشتم این قیافه رو برای خودم تجسم کرده بودم. خب این فرق میکرد اینا و خیلی برای خود من جالب بود اون موقع وقتی میدیدم. مثلا به بچه هم بودم، من اصلا فکر میکردم تو این قیافت اینجوریه، نمیدونم خیلی یاره، مثلا تو نمیدونم قدرت بلنده، یاره نمیدونم مود اینجوریه، فلان اینجوریه، از شخصیتی که چیز بود که بعد دیگه این هواخوری ادامه داشت تا اینکه یه روز اومدن به ما گفتن که وسایلتون رو اینا رو جمع کنین، که وسایلی که گفتن جمع کنیم، در حالی کاسه و یه دونه چیه قاشق داشتیم و با همون چیزایی که تو سلول بود، چون وسایلمون توی قطعه قبلش اومدن کتاب دادن به ما. خب کتابایی که اونا میدادن همش مزخرفات ارتجاع، که حالا به حال ما اون کتابایی که میدادن به یک جایی من روی این کتابا خیلی چیز برای خودم خیلی چیز بود، مثلا کتاب بود که مال دستخیب بود، راجع به بهشت و دوزخ نوشته بود. اینو خب بیشتر وقتا خودش می اومد کتاب رو می داد، یعنی تو می اومد چرخ رو می آورد پشت در، بعد از این قضیه که بگم این بیاد من که کتاب رو می داد تو اینا، می گفت این کتاب، مثلا کتاب دستخیب بود، من خب می خوندمش، داشتم می خوندم اینا. همون زمان هم من وقتی که اینو میخوندم واقعا وحشت میکردم. چرا دارم این حرف رو میزنم؟ راجع به بهشت و دوزخ توضیح اومده بود، داده بود مثلا شکنجه ها و عذابایی که مثلا توی جهنم میدن، بعد نمیدونم با هوسرانی ها و نمیدونم چیزایی که به هر حال تو دستگاه اون کتاب، ولی در بهشت اون کتاب زندگی میکنن. بعد یک چیزهایی که واقعا من نمیتونم الان بیان کنم که چجوری توی مخ انسان به اصطلاح این چیز جا میشه، این مزخرفات، این چیزهای خواسته ها، در واقع من میگم خواسته های آخوندی که بهشتش این بود، جهنمش هم که دیگه تمام شکنجه ها و عذاب ها و چیزهایی که تصورش اینا میکردم که بلاهایی که بلا سر همین ملت در آوردن، همین سر زندانی ها در آوردن، همین کتاب جهنمشون از اون اندیشه نشد میگه که واقعا من خودم خندم میگیره و تا مرس میدادیم به دیوار، واقعا اینا جوک کرده بودن بچه ها قسمت هایی از این رو میگوتن نمیبینیم مثلا این چقدر چیزه که بعد اینا فهمیدن اینو، چون انقدره، چون پاسدارا مرس بلد شده بودن، بعد میرفتن نمیفهمیدن از کجاست داره میزنه، ولی گوش میکردن. بعد من اومدیم یه روزی اینا این کتابو جمع کردن، این کتابو جمع کرده بودن دیگه نمیدادن، فهمیدن. واسه بعد از اینی که این پروسه که مثلا میگم دو سه هفته‌ای بود که همین کتاب میدادن و هواخوری و اینا بود، یه روز در سلولو باز کردن و گفتن که چیزه وسایلتون رو جمع کنید، که ما همون میام بشقاب و چیز جمع کردیم و ما رو به سالن 16 منتقل کردن. میبخشید من در صحبت با بقیه زندانیان که از زندان آزاد شدن در مورد همین مسئله جریان منتظری، از تعداد شنیدم که بعد از اینکه نماینده های منتظری اومدن و رفتن، اونا رو حسابی بیشتر فشار آوردن بهشون، کتکشون زدن، نمیدونم این چیزا چطوریه که در مورد بعضی ها سختگیری بیشتر شده، در مورد شما سختگیری کمتر شده؟
این جریان منتظری که را افتاد، اول خب زندان هایی مثل اوین و قزلسار و بعد اومد زندان بوهردشت. توی قزلسار خب اینا به خود زندانبان ها وقتی که بچه ها شکایت میکردن مثلا ما رو تو تابوت کرده یا قفس کرده فلان کردن اینا، خب اینا عصبانی میشدن از اینکه دارن چیه به حال تو تضادهای درونی خودشون اینا داره حزم میکنن در واقع. بیشتر هم میگم که همون پاسدارایی که بعدا اومدن زندان ها رو گرفتن، اینا خود رژیم آورد گذاشت، لومپن و لات و اینا بودن، اینا به حال منافع اقتصادی هم تو این جریان داشتن، یعنی چون رژیم بیشتر به اینا میرسید به خاطر اینه که خب جنایت بیشتری بکنن یعنی با پول و اینا. بعد اینایی که به اصطلاح توی قزلسار یک همچین اتفاقی افتاده بود که یکی دو بار مثلا بعد از اینکه بچه‌ها برخورد کرده بودن اینا زده بودن که چرا این حرفو زدید به این هیئت. ولی در زندان گوهردشت این قسمت که مثلا من بودم به ما که رسید در واقع آخرای جریان بود که رسید اینا، که بعد که یه سری تغییر تحولاتی تو کادر زندان اول شده بود، بعد اومد توی این هیئت اومده بود که در با ما یه همچین چیزی بود که بعد ما رو بردن فرعی هر سلول هر قسمتی که بود، سالن مثلا 16 یا 14 که بود روبروش یه سالنی بود به اسم میگفتن فرعی که یک اتاق بزرگ، یه اتاق بزرگی بود که میومد یه راه رو بود، بعد دستشویی و سرویس و اینا بود، بعد میپیچید در چیز بود که در ما در روز 35 نفر بودیم، ما رو اونجا منتقل کردن و دیگه ما جمعی بودیم اینا که در اونجا دیگه ما بچه ها اونجا همین برادر مسعود ابویی بود، بچه های دیگه بودن، همین اکبر بود، بچه های دیگه بودن که اونجا تا ما مثلا نماز جماعت میخوندیم دیگه، کلا آزاد بودیم دیگه، تا ورزش بود، برنامه جمعی میذاشتیم، مثلا بچه ها آواز میخوندن، نمیدونم چیز میکنن که فضا رو خوندن. چه تغییراتی کرده بودیم؟ من والا اولین بار که واقعا احساس، اولین بار که رفتم همون توی فرعی و خب بعد از مدت ها سال سه سال خونه یه آینه داشت، اون سرویسش اینا یه آینه داشت، به محصه اینکه تو آینه نگاه کردم واقعا فهم کردم یک کس دیگه یا دارم میبینم. یعنی تو این سه سالی که تو مجرد بودی تو آینه ای نداشتی خودتو ندیده بودی؟ نه هیچ آینه ای هیچ چیزی نبود که به اصطلاح خودمون رو مثلا، حتی من این قسمتی الان که گفتی یادم افتاد، حتی من خب اونجا سلمونی یکی کسی بودش که دوست همین لاجوردی جلاد بود، میومد اونجا و صندلی میذاشت هر چند ماه یه بار و 10 تومن هم میگرفت که تمام سر و صورت و اینا رو میزد با ماشین. که من مثلا حتی یه بار یه هفته ای مثلا هفته دو هفته ای ناخونگیر میدادم برای اینکه ناخون بگیر. خب من این توالت به خاطر بیماری، به خاطر اینه که خب من خودم به خاطر همون اعدام مسمومی که شده بودم اکثر وقتا تمام این صورتم توال میزد، جوس میزد اینا. این توالت توی انفرادی، توالت فرنگیش چیز استیل بود، یه در استیل داشت، استیل بود. بعد وقتی که نگاه میکردی این تو به صلاح مقعر صورتت معلوم میشد، یعنی میتونستی یه چیزی ببینی، اصلا شکل نبود، همین صاف پوست میامد که من تو اون آینه مثلا با این ناخونگی سعی میکردم این ریشام و این قسمت هایی که این بیماری رو دارم چی بزنم اینا. میگم هیچ چیزی نداشتیم، از آینه ای نبود هیچ که خودم بردن خودتون به خودم ببینم، که مثلا من بعد از سه سال اولین باری که جلو آینه قرار گرفتم واقعا لحظه شد تا الان یادمه که اصلا خودم نشناختم، واقعا فکر کردم یه کسی دیگه رو جلو من واسطه. مثلا چه تغییراتی کرده بودی؟ کلن خب میدونستم، یعنی به این آگاه بودم. خب تغییرات دیگه مثلا خب صورت چروکیتر شده بود، موها مثلا بیشتر ریخته بود، اصلا شکل تصوری که از خودم از صورتم یا
چیز از قبل داشتم که مثلا تو آینه شکسته شده بودیم، آره این شکستگی و اینا رو قشنگ میدیدم. مثلا این میمونه که مثلا شما یک کسی رو چند سال نبینی بعد چند سال ببینی، خب چیز تغییرات میدید، همون در جای دقیقه اول متوجه میشین خب این خیلی تغییرات کرده، شکسته تر شده یا چیزی چیزا. همون احساس من در با خودم داشتم وقتی اولین بار توی چی آینه دیدم بعد از زمان که به حال بچه ها اونجا مثلا یه سری کلمات رو فکر میکرد، یعنی فراموش نکرده بودین؟ چرا مثلا خیلی چیزا بود که خب توی مرس خب خیلی جملات و کلمات محدودی به کار میره خاطر، ولی توی صحبت کردن یا نوع بیان به اصطلاح لهجه یا خیلی چیزای دیگه خب این به خاطر اینکه استفاده نشده بود خب خیلی کلمات ما یادمون رفته بود. خب نه من حتی ندیدن، من یه چیز از خاطره از خودم بگم، ما البته زمان شاه بودیم، زمان خمینی زندان نبودیم، ولی تو زمان شاه من یادمه 5 سال ما کوه و جنگل و اینجور چیزا رو که ندیدیم. از قصر ما رو بردن اوین برای ملی کشی، من برای اولین بار بعد از چند این 5 سال چشمم از دیوار اوین به یه تپه افتاد. اون تپه یک مقدار سبز بود و یه مقدار علف روش بود. من چون این 5 سال تپه و کوه و نمیدونم سبزی و این چیزها رو ندیده بودم، یک دفعه اونجا برای بعد از 5 سال هر کاری میکردم اسم سبزی یادم رفته بود، اصلا کلمه سبزی رو نمیفهمیدم، نمیدونستم چجوری. بعد که دیدم یادم افتاد که یک چیزی هست که خلاصه تو کوه و چنگل و دشت و اینجور چیزا سبز میشه و اسم این سبزیه مثلا. حالا بله مثلا میگم که خب خیلی بچه ها که با هم بودیم اینا، یعنی تو فردی با هم بودیم اینا، الان هم بچه ها هستن، خب خیلی ها خب خیلی چیزها، خیلی جملات، حتی کلمات مثلا خب چون استفاده نشده بود فراموششون شده بود و سعی بیشتر در ارتباط با هم دیگه خیلی سعی میکردیم با هم چیز کنیم. و این خب این بچه هایی که از تو انفرادی در مدن خب بیشتر چون عادت کردن مدت زیادی تو انفرادی بودن، تمام سعی اون جمع با این آگاهانه اون جمعی که تو انفرادی بودیم، این بچه ها مرتبا میرفتن با هم دیگه صحبت نمی‌کردن، میرفتن یه گوشه، یعنی همون حالت انفرادی بیشتر کشش داشتن. خب که بیشتر توی اونجا با این که مثلا خب مسئول اتاق گذاشتیم مرتب آگاهانه روی این مسئله بودیم، یعنی اون زمان که بیشتر جشن بذاریم بشینیم دور هم دیگه و همین به اصطلاح از این از اون حالت روحی که این بچه‌ها خب داشتن اینا از اون حالت بکشونیم بیرون. خود اون چیز یک عادت میده انسان که بیشتر دوست داره تنها باشه تا با جمع باشه. که ما خودمون آگاهانه تو اون فرعی مرتبا چیه به اصطلاح کارهای جمعی مثلا کلاس می‌ذاشتیم، مثلا همین برادرمون مسعود مثلا عربی بلد بود، عربیش خوب بود اینا، مثلا من یادم اون موقع یک کلاس عربی گذاشته بود، بچه‌ها مثلا چیه می‌نشستن دورش مثلا عربی یاد می‌گرفتن، یا هر کسی مثلا تو هر زمینه‌ای که به اصطلاح میدونست اینا سعی میکرد به اون دیگه یاد بده. بعد بیشتر نه به خاطر این موضوع بود که چیزی یاد بگه، بیشتر اینکه جمعی باشه قضیه، مثلا قضا جمعی، همه چیمون جمعی، چون میگم اون شرایط که پیش اومده بود دیگه یه مقدار چیه فقط در رو بسته بودن رو ما رفته بودن دیگه، یعنی همچین چیزی که خودش مثلا من یادم روز اولی که اون ما رو که انداختن تو سلول شب بود، فردا صبحش خب ما خورشید ندیده بودیم، خورشید و آفتاب و اینا، خب بعدن رفته بودیم هواخوری مثلا دیده بودیم، ولی خود خورشید و مثلا آسمون و اینا رو مثلا زیاد خاطر شرایطی که بود چیز نبود.
ما روز فردا صبحش که به اصطلاح شب ما رو انداختن تو فرعی، به اصطلاح صبح شد، صبح خب بچه ها بیدار شدن، به اصطلاح ورزش جمعی میکردیم، بعد خب خورشید طلوع کرد و یک دفعه یکی از بچه ها من دقیقا یادمه به گفته کبتنیش که بچه ها بیاد بیاد یه چیز خیلی دیدنی. مثلا چیزهایی که در بیرون خب خیلی طبیعیه، مثلا بارها و بارها انسان ها چششون میفته و از کنارش به خاطر تکرار زیادش کنارش راحت رد میشن، ولی من خودم در اون طلوع خورشید احساس خیلی خوشحالی، احساسی خیلی چون یک احساس خیلی خوبی داشتم با اینکه مثلا بعد سالها یه طلوع خورشید، همه بچه‌ها همین بودن، یعنی واسطه بودن اونجا مثلا طلوع خورشید رو نگاه کنن یا همه جو غروبش رو نگاه کنن و کلن همه چیز، همه چیزی که شما الان مثلا میگید، خب این احساس بعدها برای منم پیش اومد که مثلا کوچکترین سبزی، کوچکترین چیزی که از منم فکر میکنم که اصلا این در چیه ذات انسانه که طبیعت رو دوست داره، یعنی به طبیعت کشیده میشه، طبیعت رو خیلی دوست داره. همینجور مثلا تو زندگی عادی خیلی ها برای استراحت و برای تفریح یا برای دگرگونی در چیزشون میذارم میرم مثلا تفریح میکنم، میرم چیه جاهایی که سرسبزه، جاهایی که مثلا آبی و درختی و چیزی هست. کلن خیلی برای من، خود من یا بچه های دیگه ای که دیدم، خیلی مثلا این چیزها خیلی دارای اهمیت بالایی شده بود به خاطر اون محدودیتی که اون سالا کشیده بود. که در اونجا در توی فرعی میگم که بعد ما همین کلاس بود و ورزش بود و غذای جمعی بود و اینا و بچه ها خیلی خیلی خوشحال بودن، اصلا ورای چیزی که من مثلا تو اون مدت یک ماه و نیمی که بود مرتبا از این انفرادی صدای خنده بود، طوری بود که پاسدارا رو چیز شده بودن، هیستریک شده بودن، چرا اینا اینقدر خوشحالن. خب از یک طرف خب من خودم فکر میکنم که یک چیز دیگه هم بود که ما یک چیزی رو پشت سر گذاشتیم، تونستیم، یعنی یک آزمایشی بود. خب یعنی این انفرادی به نظر من خوشحال از این بودیم که ما تونستیم از این بیرون بیاییم، یک پیروزی بود، یک پیروزی بود. ولی اینو هرگز هیچ کدوم این بچه ها بیان نمی کردن. خب هیچ کدوم نمی گفتن که ما به صلاح یک آزمایشی رو پشت سر گذاشتیم، یک چیزی برای خودمون ثابت شد که انسان میتونه از یک شرایط سختی بیرون بیاد و سالم هم بیرون بیاد. خب این خوشحالی بود در بچه ها، همه چیز میکردن ولی هیچی بیان نمیکرد که چرا مثلا این خوشحالی. خب همه میگفتن، میخندیدن، بعد خیلی خیلی به خاطر اون شرایط سختی که گذرانده بودن خیلی خیلی بچه ها با همگی چفت بودن، یعنی من این چفتی و یک دستی خب برام مرس میدادن با هم دیگه، نمیدونم قبلش فلان اینا، خب خیلی هم دیگه رو میشناختن از لحاظ چیزایی، مثلا قیافت هم نزدیک نبود ولی خیلی با هم دیگه به حال در مقابل یک دشمن بیرونی قرار گرفتن و به اصطلاح همین باعث چفت شدن خیلی زیادشون شده بود. که توی انفرادی خیلی بچه ها خوشحال بودن و با هم دیگه خیلی صمیمی بودن و خود این پاسدارهایی که بودن اصلا هستریک کرده بود، خب اصلا عصبانی بودن، خب که چرا اینا اینقدر خوشحال هست، صدای خنده و نمیدونم فلان و اینا، همش از اینجا همش جشنه. تو اون یک شاید باور نکنید، مثلا هر هفته دو سه بار شباب میشستن، بچه ها جشن میگرستن، دوره هم میشستن، یکی آواز میخوند فلان اینا، که این خیلی به صلاح من اگه بخوام بگم یکی از بهترین دوران توی زندان هم که مثلا بچه ها رو اینقدر خوشحال دیده بودم اون مدت تو فری بود که خیلی خیلی خوشحال بودن. خب مصطفی اگه اجازه بدی ما ادامه گفتگومون رو در برنامه آینده پی بگیریم. با تشکر از شما بینندگان عزیز تمنا میکنم که برای دیدن ادامه گفتگوی ما به برنامه آینده ما توجه کنید. تشکر. با تشکر از شما.